درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. علی خامنه ای گزارش مسعود پزشکیان درباره هماهنگی کابینه 14 با او را تایید کرد. رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در پی اظهاراتش درباره مهسا امینی برکنار شد. نماینده های ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک سال 1403 برنده مدال طلا شدند. صدر اعظم آلمان در سفر به زولینگن وعده داد که پناهجویان بیشتری را اخراج خواهد کرد. ترامپ تهدید کرد در مناظره با هریس شرکت نمی کند. و رها اخوان زن شناگر ایرانی شنا در کانال مانش بین بریتانیا و فرانسه را آغاز کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 27 آگست 2024 میلادی برابر است با 6 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 6 شهریور ماه در نخستین دیدار با اعضای دولت 14 جمهوری اسلامی با تایید اظهارات پیشین مسئول پزشکیان درباره دخالتش در معرفی وزیران اذعان کرد که برخی از آنها را تایید و بر حضور برخی هم تاکید کرده است. به همچنین مدعی شد که تعداد بیشتری را هم نمی شناختم و گفتم نظری نسبت به آنها ندارم. مسعود پزشکیان در روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی برای دریافت رأی اعتماد اعضای مجلس فاش کرد که پیش از معرفی آنها تایید علی خامنه ای و همچنین نهادهای اطلاعاتی و سپاه را گرفته است. خامنه ای امروز در سخنانش بدون اشاره به اعلام هماهنگی کامل پزشکیان با او برای دریافت رأی اعتماد برخی وزیران از مجلس شورای اسلامی گفت که پزشکیان توانست انتخاب اعضای کابینه را انجام بدهد و مجلس را هم قانع کنند و آن را موفقیت بزرگی قلمداد کرد. در پی بازتاب‌های گسترده اظهار نظر رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهسا امینی، این دانشگاه اعلام کرد که او از سمت خود برکنار شده است. علی انتظاری روز 29 مرداد در برنامه تلویزیونی شیوه و در مناظره با تقی آزادرمکی کشته شدن مهسا امینی در سال 1401 را نفل شدن یک دختر خانم کرد سنی خوانده بود. به همچنین مدعی شده بود که جمهوری اسلامی در اعتراضات بعد از جان باختن خانم امینی پدرانه برخورد کرده و خشونت به خرج نداده است. این اظهار نظر بعد از آنکه ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در روزهای اخیر با واکنش‌های گسترده مواجه شده بود و جمله امجد امینی پدر مهسا روز دوشنبه 5 شهریور ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: نفل نامیدن مهسا دختر اهل سنت کرد برخواسته از ذهن یک سفله است. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی روز سه‌شنبه 6 شهریور ماه اعلام کرد که علی انتظاری در پی طرح مباحثی به دور از ادبیات ایرانی و اسلامی با استفاده از تعابیری نادرست در برنامه تلویزیونی از سمت خود برکنار شده است. ساعتی پیشتر از این اعلام برنامه شیبه با انتشار تصویر یادداشتی از انتظاری بابت سخنان او عذرخواهی کرد. در توضیحات علی انتظاری که استاد دانشگاه و جامعه شناس هم معرفی شده آمده که باید در انتخاب واژگان دقت بیشتری می کردم و به عرف محلی خود اکتفا نمی کردم. در پی اظهارات این مقام دانشگاهی درباره مهسا امینی، مژگان افتخاری مادر مهسا هم این سخنان را توهین به همه ایرانیان دانست و افزود این توهین نشانه ای از بی احترامی به کرامت انسانی و حقوق شهروندی است. ساعتی بعد از انتشار تصاویر محمد جواد ظریف در دیدار اعضای دولت 14 با علی خامنه ای، وزیر خارجه پیشین ایران خبر داد که فعالیت در پست معاونت راهبردی کابینه مسعود پزشکیان را ادامه خواهد داد. ظریف روز سه‌شنبه 6 شهریور ماه این خبر را در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرد. وزیر خارجه پیشین ایران که تلاش زیادی در پیروزی پزشکیان
در انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و در تعیین و معرفی وزرای کابینه او نقش مهمی داشت، به دلیل آنچه فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش اعلام شد، حدود سه هفته پیش از پست معاونت پزشکیان استعفا کرد. به قبل از استعفا، معاون امور راهبردی رئیس جمهور و رئیس شورای راهبری برای انتخاب کابینه مسئول پزشکیان بود. عبدالرحیم حسینزاده، نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی، از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در این حکم که شامگاه دوشنبه پنجم شهریور ماه منتشر شد، دلیل انتخاب حسینزاده را تعهد و تجربیات ارزشمند او عنوان کرده است. مسعود پزشکیان همچنین خواهان پیگیری و نظارت معاون جدید خود به منظور بهبود شرایط زندگی روستاییان و ارتقای شاخصهای توسعه روستایی با تاکید بر نقش روستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی شده است. عبدالرحیم حسینزاده اولین عضو اهل سنت در کابینه دولت‌های جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و این بالاترین سمت دولتی یک شهروند سنی مذهب طی 45 سال گذشته است. اعتراض و اعتصاب پرستاران در تهران و ده‌ها شهر ایران ادامه یافت. گزارش‌ها در روز سه‌شنبه از ادامه اعتراضات پرستاران در شهرهای اصفهان، ایلام، بندرعباس، تهران، نیشابور و یزد حکایت دارند. ماموران انتظامی به تجمع پرستاران در بوشهر حمله کرده و با آنها درگیر شدند. تجمع کنندگان با سر دادن شعار پرستار میمیرد دلت نمیپذیرد به تلاش‌های ماموران انتظامی برای متفرق کردن تجمع خود پاسخ دادند. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت با اشاره به جلسه ای که روز دوشنبه پنجم شهریور ماه در محل سازمان برنامه و بودجه با حضور مسعود پزشکیان رئیس دولت برگزار شد، گفت بخش اول جبران مطالبات جامعه پرستاری در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخته شده است و افزود که رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی باید این وجوه را در اسرع وقت به پرستاران پرداخت کنند. وکیل شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 میگوید رأی صادر شده از سوی دادگاه نظامی با 12 ایراد جدی بر دیوان عالی کشور نقض شد و دادگاه موظف است دوباره به این پرونده رسیدگی کند. محمود علیزاده طباطبایی به انصاف نیوز گفت برخی از ایرادهای دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند. این وکیل همچنین گفت که برخی از خانواده‌ها امیدی به بررسی عادلانه این پرونده در داخل کشور ندارند، ولی افزود که مراجع قضایی خارجی به مستندات پرونده دسترسی ندارند و تنها می‌توانند در رابطه با امور مالی اقداماتی انجام بدهند. محسن اسدی لاری، پدر زینب و محمد حسین، دو تن از جانباختگان این پرواز، ایرادهای دیوان عالی کشور را محتوایی خوانده و گفته است که باید به تمامی موارد دوباره رسیدگی شود. در 17مین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، تیم 5 نفره ایران با کسب 5 مدال طلا مقام اول این مسابقات جهانی را به دست آورد. حنانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی و علی نادری لورجانی نمایندگان ایران در این المپیاد بودند. در این دوره از مسابقات بعد از ایران، کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک با حضور 250 دانش آموز از 53 کشور در روزهای 27 مرداد تا 5 شهریور ماه در شهر واسوراس برزیل برگزار شد. در مسابقات سال 1402 در کشور لهستان، ایران با کسب 3 نشان طلا و 2 نشان نقره بعد از تیم‌های انگلستان و هند در رتبه سوم قرار گرفت. رضا قطبی، آخرین رئیس سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، در 86 سالگی در پاریس درگذشت. وی پیش از ریاست این سازمان مدیر عامل سازمان جشن هنر شیراز بود که جشنواره پرآوازه هنر شیراز را برگزار می‌کرد که در زمان خود از پیشروترین جشنواره‌های فرهنگی هنری بود. رضا قطبی با نام اصلی عبدالرضا
پسردایی شهبانو فرح دیبا همسر محمد رضا پهلوی بود. این دو در اوایل جوانی از ایران عازم فرانسه شدند و تحصیلات عالی را در آن کشور به اتمام رساندند. به مدتی استاد ریاضی دانشگاه صنعتی آریامهر بود که بعد از انقلاب نام آن به صنعتی شریف تغییر کرد. بعد از انقلاب بهمن 57 آقای قطبی مجبور به خروج اجباری از ایران و نهایتاً ساکن فرانسه شد. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه وارد چین شد تا درباره روابط دو کشور که در دوران جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با چالش‌های شدید روبرو شده گفتگو کند. سفر سالیوان به چین قرار است تا روز پنجشنبه ادامه داشته باشد و سالیوان مقامی بود که بایدن بارها از او به عنوان مسئول مجاز به انجام مذاکرات اعلام نشده با وانگی وزیر امور خارجه چین برای مدیریت اختلافات فزاینده میان دو قدرت جهانی یاد کرده است. اهداف سالیوان از این سفر محدود بوده و عملا ادامه ارتباطات در مناسبات دو کشور است که برای یک دوره طولانی بین سالهای 2022 و 2023 دچار فروپاشی شده است. چند روز بعد از حمله با چاقو در شهر دولنگن در غرب آلمان، صدراعظم این کشور در جریان بازدید از محل وقوع حمله وعده داد که دولتش شمار بیشتری از پناهجویان را اخراج خواهد کرد. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، روز دوشنبه پنجم شهریور ماه برای ادای احترام به قربانیان این حمله به شهر دولنگن سفر کرده بود. او به خبرنگاران گفت: باید هر کاری میتوانیم انجام بدهیم تا مطمئن شویم کسانی که اجازه اقامت در آلمان را ندارند یا نمیتوانند داشته باشند بازگردانده و اخراج میشوند. او با اشاره به حمله چند روز پیش در این شهر گفت: تروریست بود، تروریسم علیه همه ما. حمله با چاقو در جشنواره موسیقی دولنگن شامگاه چهارشنبه دوم شهریور ماه رخ داد و به گفته پلیس 3 کشته و 8 زخمی که حال برخی از آنها وخیم است بر جای گذشت. ابتدا گروه داعش بدون ارائه شواهد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و حدود 24 ساعت بعد از حمله پلیس اعلام کرد که یک مرد سوری که مظنون اصلی است خود را تسلیم کرد. این حمله به کشمکش لفظی بین چهره‌ها و احزاب سیاسی آلمان بر سر قوانین پناهندگی و اخراج پناهجویان دامن زده است. یک روز بعد از حملات گسترده روسیه به اوکراین که بزرگترین حمله مسکو از آغاز جنگ توصیف شده، مقامات اوکراینی میگویند که حملات برای دومین روز ادامه دارد. اداره نظامی منطقه کیف بامداد سه‌شنبه ششم شهریور ماه در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی پایتخت چندین بار در طول شب برای دفع موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی روسیه فعال شدند. هنوز جزئیاتی از خسارات و تلفات احتمالی حملات بامداد سه‌شنبه منتشر نشده، اما نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که پرتاب‌های چندین دسته
پهپاد و برخواستن بمب‌افکن‌های استراتژیک TU-85 و هواپیماهای رهگیر مافوق صوت MIG-31 از فرودگاه‌های روسیه را ثبت کرده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش اوکراین حمله روسیه در روز دوشنبه را بزرگترین حمله از آغاز جنگ مسکو علیه این کشور توصیف کرده است. در واکنش به درخواست کارزار کاملا هاریس، نامزد دموکرات‌ها، مبنی بر اینکه مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه ABC با میکروفون‌های باز انجام شود، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، تهدید کرد که از مناظره کنار بکشد. به گزارش رویترز، ترامپ در واکنش به درخواست هاریس با متهم کردن ABC به جانبداری در یک پست رسانه اجتماعی اواخر شب یکشنبه نوشت: چرا باید در آن شبکه با کاملا هاریس مناظره کنم؟ بنشینید تا جایش سبز شود. برایان فالون، سخنگوی ستاد انتخاباتی هاریس، روز دوشنبه گفت که کارزار هاریس میخواهد میکروفون‌های کاندیداها در طول برنامه روشن باشد و نه اینکه وقتی رقیبشان صحبت میکند خاموش شود. این ترتیبی است که در مناظره قبلی میان ترامپ و جو بایدن، کاندیدای کنار گرفته دموکرات‌ها، رعایت شده بود. بالا میگوید باز بودن میکروفون لازم است، چرا که مردم باید بتوانند حرف‌های کاندیداها را حتی وقتی سخنرانی نمی‌کنند بشنوند. سخنگوی ستاد انتخاباتی هاریس در بیانیه‌ای گفت معاون رئیس جمهوری آماده است تا با دروغ‌های مداوم ترامپ با قطع صحبت‌های وی در زمان واقعی مقابله کند. ترامپ باید از مخفی شدن پشت دکمه بی‌صدایی دست بردارد. ترامپ بعداً به خبرنگاران گفت او ترجیح می‌دهد میکروفونش روشن باشد و افزود که از خاموش بودن آن در مرتبه قبل خوشش نیامده بود. قوانین جدید طالبان که زنان را از صحبت کردن و نشان دادن چهرهشان در بیرون از خانه منع می کند، توسط سازمان ملل محکوم شد و موجب وحشت گروه های حقوق بشری شده، اما این نگرانی ها موجب عقب نشینی آنها نشده است. طالبان هفته گذشته مجموعه ای از قوانین جدید امر به معروف و نهی از منکر را منتشر کردند که توسط هبت الله اخوندزاده، رهبر عالی آنها، تصویب شده است. طبق این محدودیت‌های جدید، صدای زنان هم به عنوان ابزاری برای گناه تلقی می‌شود و به همین دلیل اجازه ندارند صدای خود را در مکان‌های عمومی به گوش مردان برسانند. در ماده 13 این قانون آمده است که صدای زنان عورت است. بنابراین و بر طبق این قانون، صدای آواز خواندن یا بلندخوانی زنان هم نباید از داخل منزل شنیده شود. در این قوانین آمده هرگاه یک زن بالغ به دلیل ضروریات از خانه خارج شود، موظف است صدا، چهره و بدنش را بپوشاند. از این پس زنان افغان مجاز نخواهند بود به غیر از محارم خود مستقیما نگاه کنند. زنانی که از این قوانین پیروی نکنند می توانند بازداشت شده و به طریقی که طالبان مناسب می دانند مجازات شوند. طبق قوانین جدید طالبان، مردان هم موظف خواهند بود بدن خود را از ناف تا زانو در خارج از خانه بپوشانند. همچنین رانندگان تاکسی در صورت انتقال زنان بی حجاب و بدون محرم شرعی عاقل و بالغ مجازات خواهند شد. بینانده کنش برم بعد از چند پیام بازرگانی با باشه. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین های مجرب و ارائه واکسن های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. سه‌شنبه 27 آگست ساعت 4 صبح به وقت لندن، رها اخوان، زن شناگر ایرانی، شنا در کانال مانش بین بریتانیا و فرانسه را آغاز کرد. رها اخوان، استاد دانشگاه در استانبول و شناگر حرفه‌ای، سال گذشته دور منهتن نیویورک را شنا کرده بود. او هدفش را اطلاع رسانی درباره زنان ایرانی و آسیب دیدگان جنبش زن زندگی آزادی قرار داده بود. اکنون او روز سه‌شنبه را باید در کانال مانش شنا کند تا بتواند به لقب ستاج که ابداع شناگرهای آزاد جهان است دست یابد. ستاج مخصوص شناگرهایی است که توانستند دور منهتن، کاتالینا و کانال مانش را شنا کنند. تا کنون تنها 2 مرد ایرانی توانستند این لقب را از آن خود کنند و روز سه‌شنبه رها میتواند نخستین زن ایرانی باشد که این لقب را از آن خود میکند. مسافت بین کانال مانش از بریتانیا تا فرانسه به شکل خط صاف 32 کیلومتر است، اما به دلیل چالش ها تا کنون هیچ شناگر آبهای آزادی نتوانسته این مسیر را مستقیم طی کند. برای همین آنها بایستی به شکل حرف انگلیسی S مسیر خود را بپیمایند که فاصله‌ای بین 40 تا 60 کیلومتر خواهد بود. رها و تیم همراه او خودشان را برای بدترین شرایط آماده کردند که میتواند تا 24 ساعت شنا را در بر بگیرد. از 2 قرن پیش صنعت شکلات سازی سوئیس در جهان مشهور بوده، اما از بین بردن میوه کاکائو برای به دست آوردن دانه آن موضوعی بوده که همواره توجه کارشناسان محیط زیست و مواد غذایی را جلب کرده بود. اکنون دانشگاه فنی زوریخ که یکی از چند دانشگاه معتبر در زمینه نوآوری در صنایع و فناوری است، به روشی برای استفاده از تمام میوه کاکائو برای تهیه شکلات دست یافته است. در این روش کاکائو که میوه آبدار است بدل به شربت غلیظ شده و با افزودن پوسته خشک ژله کاکائو دیگر نیازی به افزودن شکر برای تهیه شکلات هم ندارد. این نوآوری ممکن است صنعت شکلات سازی را متحول کند و از همکنون توجه مهمترین کارخانه های شکلات سازی جهان به آن جلب شده است. دانشگاه فنی زوریخ که این پروژه را با کمک یک شرکت نونهاد پیش میبرد میگوید که این نوآوری همچنین میتواند در زمینه بهبود محیط زیست، افزایش درآمد کشتکاران کاکائو و همچنین افزودن ارزش غذایی این محصول و کاهش تقریبا 100% دورریز کاکائو موثر باشد.
بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.